و شما اون رو تکثیر میکنین و برادران میگیره و از روی از اون شما بحث میکنین. خدا تو رو خیر بده. در ضمن از اینکه فقه را میخونیم، ما شما در عقایدم چیز همی جفتی از این در عقایدم کتش بعضی بحثا را میکنیم. مثلا میگیم خدا یکیست، خدا لامکان است، خدا با حواس پنجگانه احساس نمیشه، یعنی کدام جای معین نداره که شتابون که با چشم ببینیم یا صدای از را با گوش بشنویم یا با دست را لمس کنیم یا بوی داشته باشه با دماغ ما برسه. خو وقتی که یک چیزی به حواس پنجگانه دیده نشه و در فضام جای اشغال نکنه، بین تعریفی ازی و بین تعریفی نیست چی فرق است؟ یک چیزی که نیست خو معدوم شمی است که نه در فضا جای را اشغال میکنه، نه به حواس پنجگانه احساس میشه، نه کدوم مقر معین داره. خود ایجا بین تعریف نیست و تعریف خدا فرقی است. یا فرزند ما میگیم که صفات خدا عین خداست یا جدا از خداست. اگر عین خدا باشه تعدد خدایان بیا، یک خدا غفور، یک خدا کریم، یک خدا رحیم، یک خدا همینطور 99 صفات که دارن 99 خدا را جور کردیم. اگر بگویم جدا از خداست، در اینجا نیازمندی خدا به صفت پیدا شد، در اینجا یک نقص در کمال الهی چیز پیدا میشه که این صفت جدا از بشناسیم که به اون صفت خیلی محتاج هستید. نو این موضوعاتی هست که ما شما در زمده درس هر روز همچون دیگر مسائلی پیش میاد درباری از او باز ما شما انشاءالله رو بحث میکنیم. و اگر در این برادرها کسی آرزو داشتن، کم کم ما کتش صرف عربی رو کار میکنیم. شما برای شما خطا نشیم که عربی رو چطور یاد بگیریم. انگلیسی کورس ها در 3 ماه یاد میگیرین، عربی رو در 1 ماه یاد میگیرین، یقینا در 1 ماه یاد میگیرین. فرموله هاشو پیش خود حفظ کردین، خیر و خلاص قرار به قرار بسیار خوبش یاد گرفته میشه. و خطا نشیم اگر مصلحت بود باز ما شما گویم این انشاءالله تو رو بحث میکنیم. خب آلی آمدیم به اصل موضوع. هر مکتب یا هر نظام سیاسی یا هر مذهب و کش، اگر امی مذهب و کش و دین حق باشه مثل اسلام و مسیحیت و نصرانیت و ابراهیمیت، یا باطله باشه مثل بت پرستی و آتش پرستی و این دو ها که 420 رقم مذهب داره، هر کدامش یک سلسله ضوابط به خود داره، یعنی بکو و نکو. شما یک جمعیت جوانان آینه دارین، دمی جوانان آینه یک سلسله ضوابط هم موجود است که یک کار بکو و این کار را نکو. اگر راستی هم تو عضو جوانان آینه هستی دروغ نگو، به مال مردم دست درازی نکو، ناموس مردم را معظم بشمار. این چیزا است که خودمون شما این ضوابط در یک جمعیت بسیار کوچک ما داریم. حتی در یک فامیلی که زندگی میکنیم بین زن و شوهر یک سلسله ضوابط موجود است که بی‌اطاعتی نکو، جنگ نکو، جنجال نکو. خب وقتی که یک دین به مابین پای میگذاره، طبعا نیست ضوابط و ای بکونکو وسیع تر میشه. بعضی بکونکو هست که آنقدر جدی است، آنقدر قاطع است که میگه بکو را نکردی یا میگه نکو امو را بکردی، پیش خدا بزرگترین جرم و جنایت تثبیت میشه و ای آدم قابلی ازی است که باید به جهنم برا. بعضی بکونکو باز یک ذره ازی پایین تر است، خوب است، ضروری هست، مگر نه به مون مستوا. بعضی هست که از او هم پایین تر است، خوب است، مگر نه به مدول لیوال قبولی. بعضی هست که از او هم پایین تر است که خوب است، نه به مثل لیوال که پیش از ما گذاشت. بعضی هست که نه خوب است و نه بد. فکر شما شد حال ما میگیم امی بکونکو را ما به نام حلال و حرام یاد میکنیم. حلال و حرام، حلال چی است؟ بکو. حرام چی است؟ نکو. امی که میگه دزدی نکو، امی نکو حرام شد. امی که میگه نماز بخون، ای چی شد؟ ای بکو هست. امی بکو نکو ای را به نام حلال و حرام یاد میکنیم. حلال به 5 قسم است: فرض است، واجب هست، سنت هست، مستحب هست و مباح.
پنج قسم شد. فرض او را میگن که به دلیل قطعی قرآنی ثابت باشه و هیچ مذهبی در او اختلاف نظر نداشته باشه، مثل و اقیم و صلات و نماز بخوانند. خدا میگه در اینجا امی نماز خواندن فرض شد. هیچ مذهب نمیگه، اگر امی مذاهب اهل سنت و جماعت است، اگر اهل تشیع است، اگر سلفیه است، مطلب فرقه مسلمان باشه، و حتما میگه امی نماز فرض است. هیچ کدامی نمیگه که نماز سنت است، هیچ کدامی نمیگه که نماز مباح است، هیچ کدامی نمیگه نماز مستحب است، نماز فرض است. کشمو شد یادم ماه مبارک رمضان و اتم صیام شما روزه رو بگیرید، این روزه گرفتن فرض است. یا و آت و زکات، زکات بتین، امی زکات دادن فرض است، به خاطر ازی که به نص صریح قرآنی ثابت شده و هیچ مذهب دی اختلاف نداره. این تعریف فرض شد. حکمش چی است؟ حکمش است که به کردنش ثواب است، به نکردنش عذاب است. او تعریف شده وان ای حکمش است، به کردن ثواب، به نکردن عذاب، منکرش کافر. کسی بگوید نعوذ بالله که نماز فرض نیست و کافر شد، چرا از فرض انکار کرد؟ یا کسی بگوید زکات فرض نیست، چه معنا داره زکات دادن؟ ای کافر شد، به خاطر ازی که به فرض کافر شد، فرض انکار کرد. ای شد فرض. دوم قسمت واجب است. واجب امو امر است که به قرآن ثابت است، مگر امر به فرضیت نیست. بعضی مذاهب میگه که فرض است، بعضی میگه نی بیخی سنت است، بعضی میگه واجب است. اینطور عبادات ما داریم، مثل نماز عید، نماز عید داره بعضی سنت میدانه، بعضی فرض میدانه، اصلا واجب است. پس که با اختلاف پیدا شد، ایر از لیول بالایی که فرض بود پایین آورد، بنام واجب بیاد شد. واجب تعریف شمی است که بس نص قرآنی ثابت است، با وجود اختلاف در باری از اینکه امر به وجوب است یا به فرض است یا به سنت است. این تعریفش حکمش است که عملا عیناً مانند فرض است، کردنش امو قدر ثواب داره مثل نماز فرض، نکردنش امو قدر عبال داره مثل ترک فرض. مگر فرض در کجاست؟ منکرش کافر نمیشه. به این حساب ما میگیم که حکم واجبی است که عملا فرض است و اعتقادن نی، از روی عقیده باز فرض نیست، و خاطر یعنی از روی عقیده فرض نیست که اگر از واجب انکار کنه کافر نمیشه، از فرض اگر انکار کنه کافر میشه. این دو شد. سیومش میگیم اصطلاح داریم برای از سنت. سنت در حقیقت روش معنا میده، روش، طریقت، کاری که میکنه. هر عملی که حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم زیادتر وقت ادا کرده، یا خودش کرده، یا امر کرده، یا دیگه کس در پیش از او کرده، این منع کرده، این را میگوید سنت. همیشه زیادتر وقت ادا کرده، بعضی وقت قصدن او را گذاشته، مثل نماز تراویح را میخونده بوده، بز بود از او خودش ترک کرده، خاطر از این که این واجب نشه سر مردم، به مقام وجوب نرسه. سنت امور میگه که حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم زیادتر وقت کرده و بعضی وقت قصدن او را گذاشته. حکمش چی شد؟ به کردنش ثواب است، به نکردنش ترس عقاب است، احتمال عذاب است، احتمال قطعی نمیگیم، و ملامتی است پیش رسول خدا. ملامتی به این معنی که او را ما به حیث پیغمبر خود